اهل سنت تا زمان عثمان عین ما وضو می گرفتن. از زمان عثمان به بعد گفتن برداشت پیغمبر از آیه 6 شرک سوره مائده است دیگه، برداشتش غلط بوده، اشتباه وضو می گرفته. یا ایها الذین آمنو، آیه کسی که ایمان آورد، اذا قمتم الى الصلاه، وقتی خواستید برخواستید بس برای نماز، برپا داشتن نماز، خواستید نماز بخونید، فغسلوا، یعنی چی؟ پس غسل بدید، یعنی بشورید، غسل یعنی شستن. وجوهکم، صورتاتونو، و ایدیکم، و دستاتونو، الى المرافق، تا کجا؟ تا آرنج. صورتتونو، دستاتونو تا آرنج بشورید. خب این کارو دارین میکنین، حالا گوش کن. وامسحو، مس بکشید. کجا رو؟ برؤوسکم، کجا؟ رو میکشیم. و ارجلکم، و پاهاتون. الالکعبین، تا این برامدگی. خب این که همینه. جالب بدونید تا زمان عثمان بود، بعد اون گفتن نه خیر اینطور نیستش. چی شد؟ بعد شروع کردن گفتن خب فغسلوا وجوهکم، صورتاتون رو بشورید، باشه میشوریم. و ایدیکم، دستاتون رو، باشه میشوریم. الالمرافق، تا آرنج ها، نه الا یعنی به سویه. اهل سنت وضو چی شد؟ به این شکل آب میرزن تو مشتشون، به این سه اینا اینجا در اومد. خب قرآن داره میگه الالمرافق، پیغمبر اشتباه کرد. بعد گفتن آقا هر الایی به یعنی به سویه، این الا داره اندازه نشون میده. آقا جون شما مثلا میخوای دیوار رنگ بزنی، نقاش میاد میگه داداش شما سابکاری دیگه، میگه کتا کجا رنگ بزنم؟ میگه تا سقف رنگ بزن، تا وسط دیوار رنگ بزن. وقتی میگه تا سقف رنگ بزن، کدوم نقاش از پایین به بالا رنگ میزنه که رنگ دوباره شره کنه بریزه پایین؟ همه از بالا به پایین رنگ میکنن. تو این میگه تا سقف یعنی چی؟ یعنی به سوی الا سقف. گفتن نه ما برداشتمون اینه، داریم روایت داریم، میگه که ما در زمان پیامبر دو شستشو داشتیم، دو مس. بعد چی شد؟ هیچ چیز، گفتیم برداشت غلط. دو یعنی که ومسحو، وقت فغسلوا یعنی بشورید. چه چیز را؟ به این میگن تو فارسی چی؟ مفعول. چه کسی را دیدی؟ چه چیز را خوردی؟ مفعولا تو عربی چی میگیرن؟ منصوب میشن، ا میگیرن. برای هم نگاه کن، میگه وجوه ها، ایدی یا ا داره. حالا اینجا دقت کن، بعد میگه خب ومسحو، مس بکشید. چه چیز را؟ به رؤو سکم، این ا داره. بعدیش و ارجو لکم، این به رؤو سکم. هر کسی اینقدر عربی خونده باشه میدونه که چرا اینجا ا گرفته، به خاطر ب اولش، حروف جرن. گفتن نه، اا با اا، اا با اا، چون این محلن منصوبش رو باید لحاظ باید میکردیم. خب چون اینجا این ارجو لکم ا با وجوه و ایدیه، برای تا زمان عثمان مس میکشیدن، بعد زمان عثمان نبردش. آقا پا کثیف گلیه فلانه به همانه، والا شیعه هم میگه پا گلیه اول پا تو بشور تمیز خوش کن، بعد تازه وضو بگیر. چون وقتی پیامبر داشت جان میداد، لحظات آخر زندگی شریفش بود، به خلیفه دوم گفت، اونجا پیامبر فرمود آتونی به صحیفه و دوات اکتم لکم شیئا لن تذلوا بعدی، برای من یه قلم کاغذ بیارید، یه چیز براتون بنویسن که بعد از من هرگز گمراه نشید. هفت جای صحیح بخاری این اومده که بلنش گفت ان الرجل لا يحجر غلب عليه الوجا، این مرد داره هزیون میگه، هزیونگویی براش غلبه کرده، نمیفهمه دیگه چی میگه. گرفت اونارو پاره کرد، پر کرد اون طرف، دو دسته شدن مسلمان، دعوا شد. پیامبر فرمود قومو انی، پاشید برید. سوال چرا بعدش ننویش پیغمبر؟ چون فایده نداشت. بعدش هم میرشن گفتن در حال گیجی نوشته، ما قبول نداریم. و حسبنا کتاب الله، بابا قرآن داریم، خودمون میفهمیم، عربی ما. این آقا یه پستچی بوده، خبر خدا رو آورد، چلاخ که نیست، خودمون میخونیم. پیامبر اشتباه وضو میگرفته، پیغمبر تو وحی معصومه، تو غیرش که نیست، برداشتش غلط بوده به عنوان یه مسلمان. بفهمی از کجا شروع شده ماجرا.